شمالی هم با هم بازی میکنن، چینی یه امتیاز بگیره صدرنشین خواهد شد، ولی شاید خیلی هم دلش نخواد که صدرنشین میشه در این گروه، چون باید با تیم دوم اون گروه بازی کنند که تیم استرالیاست و خب شاید منطقا نخواهم با تیم استرالیا میزبان مسابقات پیکار کنند. من بازیکن دو تیم خدمتتون معرفی میکنم و بعد پردازیم به گزارش این مسابقه در تیم عربستان که با لباسهای سبز رنگ از چپ راست خواهد زد. ولید عبدالله در دروازه قرار داره، اسامه حسابی، عزیز الزوری، عمر حسابی، یاسر الشهرانی، سلمان الفرج، سعود کریری، سالم الدوساری، نواف العابد، نیف حزازی و محمد الشلهاوی بازیکنان تیم عربستان را تشکیل میدن. اوه همه ابتدای کار در بازی کره شمالی و چین گلی زده شده اشتباه بازیکنان کره شمالی و در همین ابتدای کار دیگه اصلا تکلیف اون گروه کامل دیگه مشخص میشه. 1-0 تیم ملی فوتبال چین جلو میفته. نشون میده این بازیکن ازبکستان چیکار میکنه توی دروازه، گل برای تیم ازبکستان در همین ابتدای کار. عجب بازی پرگلی رو شاهد هستیم. در این سمت سردار رشیدوف یکیچ تیم ازبکستان رو جلو میندازه، خوبم زد زبر رو و گل بدی هم خورد عبدالله. شروع طوفانی تیم ها در گروه دومی رقابت ها با هم نگاه کنیم. اینجوری شد که مدافعان عربستان اشتباه کرد، شانسی توپ رفت جلو، گلرم بیرون نیامد، بیرون که نیامد هیچی لایه بدم خورد. نگاه کنید چجوری این لایه خیلی مبتدیانه رو خورد. ولید عبدالله بعد از محمد دعایه واقعا مشکل داشته میرجعه کاسیموف رو ملاحظه میکنید و 1-0 ازبکستان جلو میفته. سردار